دانش. در این برنامه دانش به دو دستاورد تازه در عالم پزشکی می‌پردازیم. رویای درمان آسیب‌های نخاعی و احیای توان‌های حرکتی اعضای از کار افتاده بدن با یاری فناوری همیشه دست‌یافتنی اما غیر عملی به نظر می‌رسیده است. اما اکنون به لطف دستاوردهای محققان دانشگاه ایالتی اوهایو در کلمبوس، یک مرد مبتلا به فلج چهار اندام موفق شد با امواج مغزی خود دست از کار افتاده‌اش را حرکت دهد. ایان برکهارت 23 ساله که پس از آسیب نخاعی از گردن به پایین فلج شده است، نخستین بیماری است که از فناوری نوروبریج استفاده می‌کند. نوروبریج یک سامانه انتقالی الکترونیک است که مغز را مستقیما به عضلات متصل می‌کند. به این ترتیب بیمار می‌تواند با ارسال فرمان به صورت ارادی عضو فلج خود را حرکت دهد. برای برکهارت تصور این که بتواند اعضایش را دوباره تکان دهد پرهیجان است. بسیار شبیه بایپس قلب است، با این تفاوت که به جای خون سیگنال مغز انتقال داده می شود. امواج از کنار اعضای آسیب دیده گذر می کند و مستقیما به مایچه می رود. لازمه استفاده از فناوری نوروبریج کاشت ریز تراشه کوچکتر از یک دانه لوبیا در مغز بیمار است که در ناحیه مربوط به حرکت دست فعالیت ها را رصد می کند. سیگنال ها به صورت مداوم جمع آوری می شوند و توسط نرم افزاری ویژه رمزگشایی شده و با تشخیص ماهیچه مقصد به شبیه سازی الکتریکی ارسال می شود که ماهیچه را به حرکت در می آورد. این روند در کسری از ثانیه و تقریبا آنی انجام می گیرد. اگر بتوانید لیوان آبی را بردارید و بنوشید یا دندانهایتان را مسواک کنید یا غذای خودتان را خودتان بخورید و از عهده همه این کارها بر بیایید، تغییر بزرگی در زندگی است. در چارچوب کارآزمایی بالینی گروه تحقیقات قصد دارد نوروبریج را بر روی 4 بیمار دیگر آزمایش کند. این امید بزرگی برای افراد فلج است. در حیطه پزشکی میمانیم، جایی که فنلاندی ها به اختراعی دیگر دست یافتند. دانشمندان فنلاند دوربینی سبک و قابل حمل برای تصویربرداری فراطیفی ساختند که به گفته خودشان قادر است سرطان پوست را در مراحل ابتدایی تشخیص دهد. دوربین میتواند ظرف چند ثانیه از قسمت های تصویرهای بزرگ شده بردارد و تفاوت میان بخش های سالم و ناسالم پوست را نمایان کند. ایلکا پولونن، محقق دانشگاه ایواسکیل فنلاند، از دستگاه تازه میگوید. دوربین فراطیفی بسیار به یک دوربین دیجیتال معمولی شبیه است. با این تفاوت که دوربین معمولی 3 طول موج رنگ یعنی قرمز، سبز و آبی را ثبت می کند یا همان RGB، اما این دوربین می تواند امواج کوتاه‌تر میان 500 میلیمتر و 850 نانومتر را عکاسی کند. دوربین فراطیفی همچنین در یافتن مرز تومورهای پوستی نامشخص استفاده شده است. تومورهایی چون لنتیگ و مالینیا که تشخیصشان با چشم غیر مسلح بسیار دشوار است و اگر با جراحی به صورت کامل برداشته نشوند، رشد خواهند کرد. ممکن است اطراف ضایعات پوستی را ضایعات دیگری از نوع ضایعات ساب کلینیکال پوشانده باشد. هدف ما این است که با عکاسی فراطیفی این ضایعات را بیابیم. می‌خواهیم تمامی ضایعات ساب کلینیکال را مشاهده کنیم تا بتوانیم شرایط آنها قبل و بعد از درمان را بسنجیم. از تمام ناحیه عکس می‌گیریم تا ببینیم ضایعات برطرف شده یا خیر. کارآزمایی بالینی در بیمارستان‌های فنلاند در جریان هستند و محققان از امیدوارکننده بودن نتایج اولیه می‌گویند.